بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت دانش آموزان عزیز. امروز میخوایم در مورد بحث مهم و ریشه‌ای توان و ریشه صحبت بکنیم خدمت شما دوستان عزیز. فصل چهارم کتاب ریاضی نهم. خدمت شما عرض کنم که یه چند تا قانون و یه سری قواعد هست توی این مبحث تحت عنوان توان. تعریفش اینجا ملاحظه بکنیم ببینیم که چی داره میگه و بر اساس این بریم جلو. توی ریاضی مباحثی که در ابتدای کار مطرح میشه تعریف خیلی مهمه. ما معمولا یه قراردادی میذاریم، یه تعریفی بیان میکنیم و بر اساس اون کار رو جلو میبریم. خیلی مهمه که چه چیزی رو اول کار بنا بذاریم توی ریاضی. معمولا توی ریاضی یه چیزایی رو ما بنا میذاریم، قرارداد میذاریم و بر اساس اون کار رو جلو میبریم. وسط کار یهو میرسیم به یه جاهایی، بعد میگیم خب کدوم درسته، کدوم در واقع جواب اصلی ماست. به تعریف اولیه بعد مراجعه بکنیم ببینیم که چی تعریف کردیم. ببینیم در مورد توان چی داره میگه. میگه هر عددی که به این شکل، یعنی آب توان ام را عدد تواندار مینامیم که ام میتواند عددی صحیح باشد. ببینید عدد صحیح هم دوستان، حالا نکاتی که مال فصل اول هست، میگیم آقا عدد صحیح چی بود؟ میگیم اعدادی که عضو زد باشن. عدد عضو زد چیه؟ اعدادی هستن که اگه بخوام مجموعهشو بنویسم میگم مثلا عدد منفی 2، منفی 1، 0، 1، 2 و آخر اینم از این بر همینطور. یعنی منفی 3، منفی 4، منفی 5، عددی که یه بار با هم فاصله دارن و اعداد بینام میگن اعداد صحیح. پس توانهای ما میتونه این اعداد باشه. حتی صفر هم میتونه باشه. و نیز با رعایت شرایطی که این رو دهم میخونیم، الان یه اشاره هم بهش میکنیم، مقدار ام که این مقدار ام ما همین توان ماست، مقدار ام ما میتونه گویا باشه. گویا یعنی چی؟ یعنی مثلا عدد گویا چه عددی بود؟ عددی بود که به صورت آبیوم نمایش داده میشد. که اینجا این آبی ما چیه؟ این آوبی ما عضو زده. یعنی هر عددی که صورت و مخرجش، دقت بکنید، هر عددی که صورت و مخرجش عضو اعداد صحیح باشند، عضو اعداد صحیح باشند، این عدد میشه در واقع عدد گویا. مثلا فرض کنید ما داریم عددی به نام 2/3، 2 عضو زده، 3 هم عضو زده. میتونستم منفی 2 به منفی 3 باشه، اینم قبوله. مثلا داریم منفی 2/5، میتونست این منفی مال 2 باشه، میتونه مال 5 هم باشه، اب نداره. و خدمت شما حتی مثلا ما عددی داریم به نام مثلا 3. خب این 3 آقا مثلا چجوری نوشته بشه کسری؟ میگم خب 3/1 بنویسمش. حتی منفی 3 بره منفی 1 هم قابل قبوله، حواسمون باشه. به اینا میگن عدد گویا. یا حتی حقیقی هم میتونه باشه، یعنی توانه. این جالبه که توان ما، یعنی آب توان ام، میتونه عدد گویا هست، میتونه عدد گنگ هم باشه. یعنی مثلا باشه آبت، مثلا فرض کنیم 2/3 این هم شدنیه. اینو توی دهم میخونیم، این مطلب توی دهم حتما توی فصل سوم مفصل دارین نموری صحبت میکنیم. پس خوب دقت بکنیم که یه بار دیگه عرض میکنم، ام ما میتونه عدد صحیح باشه و با رعایت شرایطی میتونه گویا باشه، حتی حقیقی هم میتونه باشه. خب قوانین و نکاتی که در ادامه میاد اینجا داریم میبینیم، با فرض تعریف شدن اعداد است. حواستون باشه تعریف بشه، تو مخرج نره که صفر بشه، که معمولا به خاطر آن پایه اعداد تواندار رو مثبت فرض بکنیم. یعنی خوب دقت بکنید، به این آب توان ام، به این ام میگن توان. خوب دقت بکنید، به این آی میگن پایه. حالا تو بعد کتاب ها مثلا قوام میگن پایه یا توان. خوب دقت بکنید، به این میگن پایه، به اون میگن توان. ما فعلا با توجه به این مباحثی که داریم اینجا عرض میکنیم، فعلا ما آ رو به این در واقع این پایه ها رو مثبت میگیریم. من اینجا بنویسم ما این آ رو عدد مثبت میگیریم، ولی ام ما میتونه هر عددی باشه و با این چیزی که اینجا گفتم. خب در مورد قوانین توان صحبت بکنیم. قوانین اصلی توان 4 تا قانون بسیار مهمه، هر دو هم تو ضرب و تقسیمه. خوب دقت بکنید بچه‌ها، میگه این قواعد قوانینی هستن که حتما اون رو باید بلد باشیم، خیلی هم کاربرد داره، خیلی کاربرد داره. اولین موضوع رو نگاه کنید بچه‌ها، اینجا این نکته بسیار مهمه. میگه آ به توان ام ضرب آ به توان ام. اگر خوب دقت بکنید بچه‌ها، پایه‌ها
ثابتن، توانها متفاوتن. اگر اینجوری باشه پایه رو می‌نویسیم و توانها رو با هم جمع می‌کنیم. این حالت باز وقتی هستش که چی؟ پایه مشترک باشه. این مال حالا. یه وقتی هستش که تو حالت سوم ببینیم، حالت یک وسته، حالت ضرب، این تو حالت تقسیمه. یه حالت هم هست که تو حالت ضرب میگیم آقا پایه ها متفاوتند ولی توان مشترکه. چیکار میکنیم؟ میگیم آقا حاصل ضرب پایه ها به توان امی که مشترکه. پس یه حالت پایه مشترک، میگیم آقا پایه رو مینویسیم، توان ها رو جمع میکنیم. یه بار توان مشترکه، توانش مشترکه، میگیم آقا پایه ها رو تو هم ضرب میکنیم، توان ها رو، توان مشترک رو میذاریم اینجا. این یه حالت. دوستان عزیز دقت بکنن، غیر از این دیگه راه مدل دیگه توی ضرب توان ها نداریم و اگه مدلی بریم غلطه. مثلا نیا کنیم یه مدل غلطی که مصطلح بچه ها میرن با قرمز می نویسن. داریم 2 به توان 3 ضرب داره 4 به توان 2. یه ها بچه ها قاطی میکنن، میگن خب تو 4 تا 8 تا 8 به توان 5 توان تو پایه ها رو ضرب میکنه، توان ها رو جمع میکنه. خب این غلطه، ایراد داره. تنها آقا اینو چیکار بکنیم؟ این تنها راهش هستش که اصلا اینو به توان برسونیم. 2 به توان 3 8، 4 به توان 2 16. اینو تو هم ضرب کنیم. همین تنها راهش هم همینه، غیر از این دیگه نداریم. این که من بیام اینو من پاک کنم، تیکه رو اضافه رو پاک کنم، این که بیای اینو بنویسی 2 4 تا 8 تا 3 به توان 2 5، غلطه، میراد داره. تنها راهش هستش که یه چنین حرکتی انجام بدی. تنها حالتی که شما میتونید توی ضربهای تواندار کار انجام بدی اینه. اینجا نیا کنید بچه ها، نه پایه ها مشترکه، نه توان ها مشترکه. تنها راهش چیه؟ این که ضرب بکنید، یعنی 2 به توان 3 8، 4 به توان 2 16، اینو ضرب کنید. این هست. پس اگر غیر از این دوتا حالت اتفاق افتاد دیگه ضرب ساده خودمون انجام میدیم. اما تقسیم رو نیا کنید. تقسیم اگر پایه ها مشترک باشه تو ضرب جمع میکردین، تو تقسیم کم میکنین. ببینید حالت چهارم، اگر حالا پایه ها متفاوت باشه و توان ها مشترک باشه تقسیم میکنین. اینجا ضرب میکردین، اینجا تقسیم میکنین. از این 4 تا مدل هم دیگه خارج نیست. این دوتا برای تقسیم بود، این برای تقسیم، اینام برای ضرب. دیگه قاعده دیگه نداریم، باز خودمون قاعده کشف نکنیم. حتی تو جمع، حتی تو تفریق، آقا داریم 2 به توان 3 منهای مثلا 2 به توان 5. بعضی هم یه کارایی میکنم، میگن آقا خب پایه ها مشترکه، توان ها از هم کم کنیم. خب کدومی که این قواعد اینجوریه؟ زمین اینکه این تفاضله. چیکار کنیم؟ محاسبه ساده، 2 به توان 3 8، 2 به توان 5 32. این راه حل درسته. یه حالت دیگه داریم آقا، مثلا 5 به توان 2 به علاوه مثلا 5 به توان 3. نه یعنی بگیم آقا 5 به توان 5، نه آقا بیایم اینو محاسبه کنیم، 5 به توان 2 میشه 25، 5 به توان 3 125، حاصل 150. این راه حل درسته. حواسمون باشه خطاهای محاسباتی از اینجا شروع میشه. دقت بکنیم این مبحث خیلی کاربرد داره، ریشه داره در سالهای آینده، در دهم، 11 تو کنکور خیلی کاربرد داره. متاسفانه بعضی بچه‌ها این اشتباهات رو میکنن. نگاه میکنیم ساده ترین مطلب ممکن تو کنکور میاد و همین مثال‌های ساده و این مباحث ریشه‌ای میاد، یهو بچه‌ها خطاهای عجیب غریب میکنن. این در مورد بحث قوانین اصلی توان. ببین چند تا مثال ببینیم، اینجا ببینیم چه اتفاقاتی داره میفته. مثلا رو حل بکنیم، ببینید چه اتفاقی داره میفته. 2 به توان 3.5 ضرب داره 2 به توان 5.5. خب من میگم آقا پایه ها که مشترکن، پایه ها مشترک، یکی از پایه ها رو می نویسم، توان ها رو با هم جمع میکنن، یعنی 3.5 به علاوه 5.5 میشه 9. تمام. یعنی بعدی پایه ها بازم مشترکه، پایه رو می نویسم، توانها رو با هم جمع میکنم، -7 به علاوه 17 میشه 10. همه توانه 10. بعدی رو نیا کنی، پایه ها متفاوته اما توانها مشترکه، میشه حاصل 6 تقسیم بر 2
به توان مشترک 19 میشه 3 به توان 19. بعدی رو نگاه کنید، بعدی خیلی جالبه، پایه ها کلا متفاوته. چیکار کنیم؟ میگیم خب من میگم نگاه بکنم میگم کجا توان ها مشترک داریم. ببینید تو این سواله که اینجوری میاد، اولین حرکتی که باید انجام بدی یا باید دنبال پایه های مشترک بگردی که هیچ کدوم مشترک نیستن، یا سراغ اونی که توان مشترک داره بگردی. ببینید توان مشترک 19 داریم، توان مشترک 19 داریم، پس این دوتا با هم دیگه فعلا ضرب میشن، بقیه هم همینجوری با ما میان جلو. یعنی الان میشه 2 ضرب در 3 میشه 6 به توان 19. بقیه هم ادامه کار بنویسیم، 6 به توان 7 ضرب در 5 به توان 26. حالا اینجا نیا کنید، حالا بعد دنبال چی بگردم؟ دنبال پایه مشترک یا توان مشترک. خب توانه که دیگه مشترک نیست، حالا پایه ها اینجا مشترک شد، پس این دوتا رو با هم میگیرم، میگم 6 به توان حاصل جمع این دوتا میشه 26، درسته؟ ضرب داره. خب ادامهش هم بیاد بغل این. حالا بعد اینجا چیکار بکنم؟ ببینم پایه مشترکه یا توان مشترکه. نگاه کنم توان مشترکه، پس پایه ها تو هم ضرب میشن، میشه 6 5 تا 30 به توان 26. این میشه پاسخ ما. قیافش خیلی عجیب غریب بود، رسیدیم به یه جواب خیلی ساده. خوب دقت بکنید، یه بار دیگه محاسبات انجام بدم ببینیم درست هست یا نه. اول میگردیم دنبال چی؟ توانهای مشترک یا پایه های مشترک. نگاه میکنیم این پایه مشترک نداریم، این 2 این 6 این 3 این 5 خب مشترک نیست، پایه ها. میریم سراغ توان مشترک، نگاه میکنیم این دو تا توانش مشترکه، این دو تا رو فعلا تو هم ضرب میکنیم، 2 3 تا 6 حاصل. حالا توان ها نیا کنیم، توان ها مشترک. ادامه کنم بنویسم 6 به توان 7 اینجا، 5 به توان 26 هم اینجا. حالا نگاه کنم دنبال چی میگردم، یا توان مشترک یا پایه مشترک. و نگاه میکنم ببینم پایه هاش مشترکه، پس توان ها باید با هم چی بشه؟ جمع بشه. 19 به علاوه 7 میشه 26، اینم نوشته میشه پایه مشترک. در ادامه کار اینم میاد اینجا، نگاه میکنم ببینم که چه جالب، حالا توان ها مشترک شد، مینویسم 6 5 تا 30 تا تمام. این میشه حل این سوال. ببین چند تا قواعد فرعی هم ببینیم، اینا خیلی باحاله، خوب دقت بکنید. یه قواعد فرعی توان، این هم چهار تا قاعده دیگه، شاید اینها رو شنیده باشین، ولی ببینید چه جوریه. میگه آقا اگر هر عددی بجز صفر، بجز هر عددی بجز صفر به توان صفر برسه، حاصلش یکه. چرا؟ ببینیم چرا. ببینید میگه آ به توان صفر میشه یک. خب چرا؟ چه حساب؟ خب من یک کاری میکنم برای که این اثباتش بکنم، آقا چرا آ به توان صفر میشه یک؟ میگم که بیام اینجوری بنویسم، آ به توان صفر رو بگم این حاصل ام منهای ام بوده. دقت بکنید، با پایه که نمیتونم بردارم، میگم توان صفر چطور حاصل شده؟ این دوتا عدد یکسانی از هم کم شدن، یعنی توان امی منهای توان امی شده. خب پس عملا میشه آ به توان ام منهای این. اینو میخوام به صورت چی بنویسم؟ به صورت کسری، همون نقاط نکاتی که بالا گفتن. ببینید توان ها از هم کم شده، کی توان ها از هم کم میشد؟ زمانی که تقسیم میشد. ببینید اینجوری میشه، میشه آ به توان ام به روی آ به توان ام. دو تا کار میتونیم بکنیم، یا اینکه بیایم پایه ها رو به هم تقسیم بکنیم، توان مشترک رو بنویسیم، یا پایه مشترک رو بنویسیم توان ها رو از هم کم بکنیم. من الان توان های مشترک رو از هم کم کردم، یعنی آ رو نوشتم مشترک، توان ها رو از هم کم کردم، آ به توان ام اصلا آ به توان ام خب چی یک، دو تا عدد یکسان از هم کم تقسیم بشم میشه یک دیگه، پس آ به توان صفر میشه قطعا یک. این از اثبات خیلی ساده. توان در توان، خوب دقت بکنید بچه‌ها، خوب دقت بکنید، دو مدل نوشتن داریم. یه وقتی هستش که آ به توان ام به توان ان میرسه، این یعنی چی؟ یعنی یه عددی ان بار، حالا هر عددی بوده، حالا تواندار میتونه باشه یا نه. مثلا نیا کنید، داریم مثلا 2 به توان 3 به توان 5، این یعنی چی؟
یعنی دو سه بار تو خودش ضرب شده، دو 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 مثلا. حالا این دو 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 نکنه اینجوری میشه، دو ضرب داره، دو ضرب داره، دو به توان پنج. دو به توان سه یعنی چی؟ یعنی دو بار سه بار دو سه بار تو خودی ضرب شده. حالا وقتی به توان پنج برسه یعنی چی؟ یعنی این اتفاق پنج بار دیگه هم تو خودشون اتفاق افتاده. یعنی چی؟ بخوام بنویسم اینو مساوی با، انگار این دو بوده، دو این یه بار، چهار بار دیگه هم بنویسمش، یه بار، دو بار، این سه بار، این ضرب داره، ببینید یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار ضرب داره، دو ضرب داره، دو پنج مرتبه تو خودی ضرب شد. چند تا دو میبینیم؟ بگیم 15 تا دو میبینم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، یه دو به توان 15. خب چه کاری بود این همه نوشتی؟ خواستم اثباتش بکنم، خواستم میگم آقا اگر این کاری کردی توانها تو هم ضرب میشه، MN ببینیم تو هم داره ضرب میشه، داره تو هم ضرب میشه. و نکته با حالترش این هستش که بچه ها دقت بکنیم، A به توان N به توان M، خوب دقت بکنیم، میتونیم توانها رو جابجا بکنیم. البته دقت بکنیم فعلا آما مثبت ها، تو دهم یه نکاتی هستش که نمیتونید لزوما این کارو بکنید، ولی فعلا تو مبحث نهم داریم در نظر میگیریم که چی، این آما فعلا مثبته، پس من میتونم چیکار بکنم؟ بیام این کارو باحالی بکنم، میتونم جای ام و ان رو عوض بکنم. تو کنکور کاربرد داره، بنویسم آ به توان ام به توان ان. آقا چیکار کردی؟ توان ها رو جابجا کردم، توان ها رو جابجا کردم. بازم دارم تاکید میکنم به شرط آ مثبت ها، نگی آقا ای آقا اشتباه داری میگی، بله میدونم یه جایی نکته ریزی رعایت نکردم، باید حتما آ مثبت باشه، آ اگه منفی باشه نمیتونی کارو لزوما انجام بدی. اینو ده ها مطرح میشه. پس توان در توان چه جوری بود؟ این هستش که آقا اینا تو هم ضرب میشن به این شکل، ام ضرب در ان، میتونید جابجاش هم بکنید. این نکته بسیار مهم در مورد بحث قواعد توان. خوب دقت کنید، توان توان، این توان در توان بود، این توان توانه. ببینید میگه آقا برای محاسبه آ به توان ام به توان ان، حواستمون باشه ببینید بعد چی کار بکنیم اینجا. اول میگه ابتدا ام به توان ان میرسه، یعنی اول این اتفاق انجام میشه، بعدن این پایه به توان رو میرسه. مثالش اینجا نوشته، میگه دو به توان پنج به توان دو، یعنی اول باید پنج به توان دو برسه، میشه 25. حالا دو 25 بار تو خودش ضرب میشه. این با توان در توان فرق میکنه. نگاه کنید، اگر این باشه دو به توان پنج به توان دو، این یعنی دو به توان پنج که میشه 32 خودمون، 32 دیگه، دو به توان پنج میشه 32، انگار 32 دو بار تو خودش ضرب شده چون توانش دوه. میشه چند؟ میشه دو به توانه دو پنجتا ده تا. اما این نه، این توان توانه. ببینید چقدر فرق کرد طریقه نوشتن این با این، ناکنید چقدر تفاوت داره. حتما اگه پرانتزو بذاره، حتما خوب دقت کنید، اگر پرانتزو گذاشت توان در توانه. از کجا بفهمید؟ مفهومش رو نیا کنید. دو به توان پنج یعنی چی؟ یعنی دو به توان پنجی که اسمی 32ه، انگار دو بار تو خودش ضرب شده. اما دو به توان پنج به توان دو یعنی پنج به توان دو رسیده، میشه 25. حالا دو 25 بار تو خودش ضرب شده، با این فرق میکنه، این دو 10 بار تو خودش ضرب میشه، این 25 بار، خیلی تفاوت کرد. پس عملا حواسمون به این نکته باشه. نکته با حال قشنگ ترش این، خیلی دیگه تازه شروع کار ماست، توان منفی. آقا توان منفی یعنی چی؟ بگیم اگر توان عددی منفی باشد با معکوس شدن پایه توان مثبت میشه، یعنی پایه رو بس سرتش بکنید این کار رو انجام بدی توان مثبت میشه. ببینید آ به توان منفی ام، انگار بنویسی یک آم به توان ام مساوی با یک بروی این،
چیکار اینجا چیکار کردیم؟ اینجا معکوسش کردیم. تو حالت بعدی هم اومدیم توان ام رو پخش کردیم. مثلا همین کاری که اینجا کردیم. انگار توان در توان شده. ام توان ام هم به یک میرسه، یک به توان ام، یک در هر به توان هر عددی بشه. تو هر عددی بخواد ضرب در واقع به توان ام بخواد برسه، ام بار تو خودش بخواد ضرب بشه میشه یک. خب پس این توان ام به یک میرسه، توان ام به آ میرسه. پس عملا میشه یک، اونم میشه این. حالا اینجا نیا کنی خیلی باحال تره. این تعمیم اینه. یه حالا اگه آبیوم ببینی، یعنی یه کسری ببینی، مثال مثلا داری دو سوم به توان منفی دو. خب دقت کنی خیلی مهمه، تو دهم و یازدهم خیلی کاربرد داره. حاصل چی میشه؟ میگه انگاری که سر تک کنی کس رو، یعنی بنویسی سه دوم و این توان مثبت میشه، میشه مثبت دو. و دقت بکنین مثبت این توان دو به هر دوی اینا میرسه، یعنی دو به توان سه، سه به توان دو میشه نو، دو به توان دو میشه چهار. رفقای عزیز دقت بکنن، بچه ها دقت بکنید، عدد توان منفی با عدد منفی خیلی فرق داره. ببینید یه مثال خیلی ساده بزنم. داریم آقا یک دوم به توان منفی یک، مثال بیام طبق این قاعده، بیام طبق این قاعده، بریم جلو طبق این قاعده سرتش بکنیم میشه چی؟ میشه دو. با این حرکت سرتک کردن کسر ما، این منفی که میشه مثبت، یعنی دو به توان یک، دو به توان یکم که میشه دو. آقا دو به این عدد مثبت در اومد، چه جالب. ولی اگر این منفی پشت این بود، خب یه عدد منفی میشد. توان، دقت کنید آقایون، توان منفی به معنای معکوس شدن پایه است. یعنی اگر شما پایه رو معکوس بکنی، سرتش که بکنی، توانت مثبت میشه. و این عدد شما، حالا چون ما امسال تو بحث نهم داریم میخونیم، بازم دارم تاکید میکنم، بازم میگم پایه مثبته. چون پایه مثبته قطعا عدد مثبت در میاد. چرا؟ چون یه عدد مثبت رو داری n بار تو خودی ضرب میکنی. آقا یه عدد مثبت رو وقتی من n بار تو خودی ضرب بکنم، منفی باید در بیاد. چرا باید منفی در بیاد؟ مثبت در میاد. این هستی. پس دقت بهم بکنید. آقا چرا ببخشید بچه بر سر تب بشه؟ چرا یه دلیل بیار ببینم. آقا دلیلش رو بیاریم ببینیم چرا بر سر تب بشه. یه دلیل خیلی ریز بیاریم ببینیم. آب توان منفی m چرا سر تب شد؟ مثال خیلی راحت و واضح بزنم. به خاطر اینکه این دلش اینه که آ به توان منفی ام رو بنویسم صفر منهای ام. اب داره صفر منهای ام چی میشه؟ میشه منفی ام. حالا از قاعده توان در واقع تقسیم استفاده کنم. قاعده تقسیم میشه آ به توان صفر، خوب دقت بکنید، تقسیم بره آ به توان ام. ببینید جارو آب توان صفر، هر عدد به توان صفر یک. آب توان ام هم که اینجا بنویسم اثبات شد. آقا به اینم توان ام میتونی بدی، اب نداره. چرا؟ چون یک به توان، مثلا من یکو هر جی دارم میخواد میتونم بنویسم. یک به توان دو یکه، یک به توان سه یکه، یک به توان هزار یکه. یه توانی بنویسم که به دردم بخوره. خب میام توان چی بنویسم؟ توان ام رو بنویسم، هم توان بشه. حالا نیا کنید ببینید توان مشترک جوری در میاد. بنویسم یک امام به توان یک آم، ببخشید یک آم به توان ام. یه بار دیگه چیکار کردم؟ منفی امام نوشتم صفر منهای ام. خب قواعد تقسیم استفاده کردم. آ به توان صفر منها که دیدی یعنی چی؟ یه تقسیم انجام میدی، یعنی پایه هاش مشترک بوده، توان ها از هم کم شده. این توان صورت، این توان مخرجه، تموم شد. آ به توان صفر، آ هر عددی صفر تو خودی ضرب بشه یعنی آقا یکه، اثبات هم کردیم. حالا این هم که میشه آ به توان ام. توان من میتونم به توان به یک هر توانی که دارم بخواد بداره، نداره. پس میشه یک به توان ام. به روی این به این شکل هست. این از ببینیم چند تا پرسش هم سوال نگاه بکنیم.
اینجا داریم. بله اینجا داریم. مثال میگه حاصل عبارت را به شکل عدد تواندار به دست آورید. خب آقایان عزیز، رفقای عزیز، دقت بکنید مثال الف رو ببینید. میخوام تقسیم انجام بدیم، توان تقسیمه. خوب دقت بکنید، تو توان تقسیم چی کار بکنید؟ من میام اول دنبال چی میگردم؟ دنبال یا پایه مشترک یا توان مشترک. خب نگاه میکنم ببینم آقا الان تو صورت من دو داره ضرب داره سه میشه، خب پایه هاش متفاوته، توانش هم متفاوت شد. ای بابا پایینی هم آقا توان ها مختلف، پایه ها مختلف، خب نمیشه. چیکار کنم؟ میرم سراغ بحث این که حالا تقسیمم چک بکنم، شاید تو این ضربیش بود، تقسیمش هم چک بکنیم. نگاه میکنم این دوتا عبارت پایه هاش چی هم؟ مساوی هم. این دوتا هم پایه هاش با هم مساوی هم، بیان بقل هم بنویسمشون. اشکال تو ضرب که ما قاعده جا به جایی داریم که بنویسم 3 به توان 7 ضرب داره 2 به توان 19. یه جا به جایی بکنم اینا که زیر هم بشه باشه خوشگل در نمیاد. 3 به توان 15 رو اینجا بنویسم، 2 به توان 11 رو اینجا بنویسم. نیا کنید چیکار کردم؟ این دوتا رو جا به جا کردم. حالا یه اتفاقی داره میفته، پایه های این با هم برابره و هم دارن تقسیم میشن، پایه های این هم با هم برابره دارن با هم تقسیم میشن. هر کدوم جداگونه میگیرن، این دوتا رو با هم دیگه میگیرن. خوب دقت بکنید، میشه پایه ها مساوی، توان رو از هم چیکار میکنیم؟ چون تقسیمه باید کم بکنیم، میشه 7 منهای 15 میشه منفی 8، درسته؟ آره انشالله ضرب داره. حالا اینم پایه هاش با هم برابره، پایهاشو می‌نویسم، توانشو بازم از هم کم میکنم، بازم تقسیم دیگه، دو تا عدد داره من تقسیم میشه، میشه 19 منهای 11 میشه 8. اوکی خلاص. حالا خیلی باحال شد اینجا. اتفاقی داره اینجا میافته، نه پایه ها با هم مساویه نه توان ها با هم مساویه. رهاش کنیم بریم، میگم نه آقا اگه یک کدوم از اینا، من اگه بیام یک کدوم از اینا رو توانشو مثبت بکنم درست میشه، پس بیام اینو توانشو درست بکنم. اگر اینو معکوس بکنم، سه معکوس سه چی میشد؟ میگیم یک سوم میشد، یک سوم. حالا توانش میشه مثبت، میشه 8 ضرب داره 2 به توان 8. حالا الان توانها مشترک شد، توانش چی میشه؟ مشترک میشه. توان که مشترک میشه بعد پایه ها رو تو هم ضرب بکنیم، میگیم 2 ضرب داره 1 سوم. اجازه بدم بالاتر که بتونم پایین تر بنویسم که سوال بغلی رو جلوش نگیریم. میشه 1 سوم در 2 میشه 2 سوم به توان 8. و اینکه دوستان بدونن که این توان 8 هم مال 2 هم مال 3، یعنی 2 به توان 8 3 به توان 8 تقسیم میشن با هم. خب بریم سراغ مثال مورد ب. ببین نامه اینجا خط قرمز هم اینجوری کشم که نامم قاطی نشه. خب آقا مثال مورد ب رو ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. صورت نگاه بکنیم، خب نه توانش مشترکه نه پایه‌هاش مشترکه. خب چیکار بکنم من؟ من میام ببینم که تو مخرج کاری میتونیم بکنیم. تو مخرج اگه دقت بکنید پایه‌ها 2ه، پس من میتونم صورتم هم یه کاری کنم پایه‌هاش 2 بشه. چرا میتونیم ببینیم میشه یا نه. 4 چی میشد؟ میگیم آقا 4 میشه 2 به توان 2 که 7 بار تو خودش ضرب شده، ضرب داره. 8 هم بنویسم 2 به توان 3 که 4 بار تو خودش ضرب شده. خوب دقت بکنید مخرج رو، میگه 2 به توان 19 تقسیم بر 2 به توان منفی 11، تقسیم رو داره میگه. و وقتی داره از تقسیم صحبت میکنه یعنی پایه ها مشترک 2ه، توان ها رو از هم کم میکنیم. من توان ها رو بنویسم از هم کم میکنیم چجوری کم میشه؟ ببینید میشه توان اول منهای توان دوم. حواستون باشه بچه ها، این منفی، این منفیه رو من هایلایتش بکنم. ببینید این منفیه بچه ها، این منفی برای فرمول تقسیمه، توان ها رو از هم کم میکنیم، منفی میکنیم، منها میکنیم. پس این منفی حواستون باشه، این منفیه در این توان منفی اثر می کند. پس حواستون باشه که اتفاق داره میفته. حالا صورت رو نگاه کنید مساوی با این توان در توانه، میشه 2 به توان 14، 2 7 14 تا ضرب داره 2 به توان 3 4 تا 12 تا تقسیم بره
پایه اینو نیا کنید، 2 19 منهای 11 میشه 19 به علاوه 11 میشه 30، توان این شد 30. خب صورت رو نیا کنید، میشه 2 به توان 26 تقسیم بر 2 به توان 30، 2 به توان 30. حالا جواب چی میشه؟ پایه ها مشترک و توان ها از هم کم میکنیم، 26 منهای 30 میشه -4. حالا میخوای به صورت توانی بنوشتمش، خود سوال هم گفته به صورت یک عدد تواندار بنویسی، خب این درسته تمام، اما میتونی به صورت توانی از مثبت بنویسی. چیکار بکنیم؟ میگیم آقا اینو کافیه سلطه کنیم، یعنی 2 رو بنویسم چی؟ 2 همون 2/1 خودمونه، سلطهش میشه 1/2، یعنی معکوس بکنم میشه 1/2، با این حرکت هم توانم میشه 4، توانت از حالت منفی در میاد. این در مورد مثال شماره مورد ب. بریم یه خط قرمز بکشم اینجا، مثال بعدی رو مورد جیم که ننمیشیمش بنویسیم. خب بیاد تو مورد بعدی، خوب دقت بکنید، مورد بعدی چه اتفاق داره میفته؟ من بیام اینجا بنویسم، دقت بکنید، مورد بعدی که اینجا جیم اسمشو بذاریم، یه جیمشو تایپ نکردم، بنویسیم چی؟ خب اون توانه اینا توان در توان بودن، اون توانه خب میشه 2 3 به توان 2، دقت کنید 3 تا میشه 9 تا میشه 2 به توان 9 ضرب داره. خب دقت بکنید 64 رو چجوری بنویسم؟ خب 64 رو بنویسم 2 به توان 6، یعنی 2 به توان 6. این حالا ببینید 3 به توان -1، 3 به توان -1 یعنی 1/3 به توان 1. آقا اینو چجوری بنویسی؟ اینجا بنویسم، ببینید 3 به توان -1 اول قرار اینو حساب بکنیم بعد به این توان برسونیم. من این توانیشو نوشتم، حالا میخوام توان اینو بذارم اینجا، 3 به توان -1 چی میشه؟ میشه معکوس این، یعنی 1/3 به توان 1، پس عملا میشه 1/3 ضرب داره. خوب دقت کنید 3 به توان 2، رفقا دقت بکنن، 3 به توان 2 میشه 9. حالا 2 به توان 9، پس عملا این میشه 2 به توان 9 مساوی با 2 به توان 9. اینجا بنویسم ضرب داره. اینا پایه هاش، اینا توانات تو هم، این توان در توانه تو هم ضرب میشه، میشه 6 ضرب در 1/3 میشه 2، میشه 2 به توان 2 ضرب داره. 2 به توان 9 چند میشه؟ 2 به توان 10. 2 به توان 10 میشه، ببینید 2 به توان، توی مثال دیدیم میگه میخوام به تر توان 2 رو بگم، 2 به توان 2 میشه 4، 2 به توان 3 میشه 8، 2 به توان 4 میشه 16، 2 به توان 5، اینا توان های 2 رو بلد باشین، 2 به توان 5 میشه 32، 2 به توان 6 میشه 64، 2 به توان 7 میشه 128، ضرب کنیم، 2 به توان 8 میشه 256، 2 به توان 2 میشه 512، 2 به توان 10 میشه چند؟ میشه 1024، 1024. حالا پایه ها من گفتم اینو بگم که بچه ها توان 2 رو بلد باشن. توان 2 رو آقا نیا کنید، همه توان ها مشترک، پایه ها مشترک، 2 توان ها رو با هم جمع میکنید، 512 به علاوه 2 میشه 514، به اضافه 2 میشه 523، کم توانش گنده شد اب نداره. یه بار دیگه اینجا نیا کنید، 3 به توان 2 میشه 9، 2 به توان 9 میشود 512. حالا اینا رو تو هم در واقع میتونید پایه هاشو با هم چیکار بکنید؟ با هم دیگه ضرب بکنید. این از این مثال، مثال خیلی خوبی بود. یه مثال دیگه بریم، بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. مثال بعدی میگیم آقا حاصل عبارات های زیر به دست آورید. خب ببینیم چیکار میتونیم کنیم دیگه، اینجا نگفته تواندار، گفته که دیگه یا عدد هر چی که هست. اینو نیا کنید، میگه 2 به توان -2، 2 به توان -2 رو اینجوری بنویسم، یعنی انگار 1/2 بوده که به توان 2 رسیده. 2 رو چیکار کردم؟ معکوسش کردم. منهای 3 به توان -1 برسه چی میشه؟
میشه یک سوم به توان یک. حالا من یکیش اینجا بنویسم چیکار کردم؟ صورت رو مادم توانش رو مثبت کردم. مخرجم نیا کنید میگه یک منهای دو به توان منفی یک دوم، مثل بالایی بنویسم، یعنی انگار یک دوم به توان دو شده. سعی میکنم از زیر هم بنویسم که اگه بشه که نمیشه ظاهرا. خب دوبارش بنویسم، یک دوم به توان دو که میشه یک چهارم منهای یک سوم. ببینید یک دوم به توان دو انگار دوبار تو هم ضرب شد، این هم میشه یک منهای یک چهارم مساوی با صورت. بخواهیم مخرج مشترک بگیریم دیگه دوستان، انشاءالله بلدن. چهار سه تا میشه دوازده تا، سه ضرب داره یک میشه سه، چهار یکی چهار تا. تقسیم بره یک من، اینم مخرج یک بهش بخواهم بدم یکم تو هم شد ببخشید، میشه مخرج چهار، چهار در این میشه چهار منهای سه. خب مساوی با صورت منفی یک دوازده هم مخرج یک چهارم. رفقا دقت بکنن، دور در دور نزدیک در نزدیک رو بلد بشین. دور در دور یعنی این بالایی در این پایینی، میشه یک منفی یک ضرب در چهار میشه منفی چهار، نزدیک هم در نزدیک یعنی این دانا تو هم ضرب بشه. دوازده یکی هم میشه دوازده تا، چهار با دوازده ساده میشه، میشه منفی یک سوم. این حاصل این کسر ماست. بریم بعدی. بعدی رو نیا کنی، بعدی رو من بالا می‌نویسم که جا داشته باشم به اینم برسه. بعدی رو بالا می‌نویسم، یک دهم به توان منفی سه، یعنی انگار هست. ببینید یک دهم میشه یک تقسیم بر ده، معکوسش که بکنیم میشه ده یکم، یعنی انگار ده، پس میشه ده به توان سه. این چی؟ میگه یک صدم، یعنی یک تقسیم بر صد. یعنی چی؟ یعنی انگار معکوسش که میکنیم میشه صد یکم، یعنی به علاوه صد توانش هم یک. ده به توان سه میشه هزار، به علاوه صد به توان یکم که میشه صد، حاصل هزار و صد. قشنگ بود سوالش، راحت هم هست. یه بار دیگه، یک دهم به توان منفی سه، یعنی میخوام توانش رو مثبت کنم، یعنی بعد پایش رو معکوس کنم، یک دهم بنویسم اینجا اینو، یک دهم، این یک صدم. حالا میخوای معکوسش که بکنی میشه ده یکم، صد یکم، توانش هم مثبت میشه. بریم بعدی. بعدی رو خوب دقت کنیم، فرانتزا رو قاطی نکنیم، تقدم عملیات حواستون باشه. سوال قشنگه. خب اول بیام پرانتز، ببینید ما تو بحث محاسباتمون چیکار میتون، محاسبات خیلی مهمه، از درونی ترین پرانتز شروع میکنیم محاسبه و میریم بیرون. خب درونی ترین پرانتز اینه. خب یک منهای دو، ببینید من از درونی ترین پرانتز دارم شروع میکنم، یک منهای دو میشه منفی یک. منفی یک به توان منفی یک چی میشه؟ خب دقت بکنید، منفی یک به توان منفی یک یعنی چی؟ یعنی منفی یک رو به توان منفی یک برسونیم. ما قرار بود که پایه هامون چی باشن؟ حتما مثبت باشن. حالا منفی بوده اینجا نکتهش اشکال پیدا نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی که آقا بیایم عدد منفی یک رو سرتش بکنیم. خب اگه سرتش بکنم منفی یک یکمه، وقتی سرتش بشه میشه یک برو منفی یک، خب میشه همون خود منفی یک. پس این عملا کل این تیکر رو، یعنی عدد منفی یک وقتی سرتش بکنیم میشه منفی یک. تو این منفی اثر بکنه میشه یک به علاوه یک، پس این کلن، این کلن شد دو. حالا دو به توان من یه بار دیگه اینجا بنویسم، دارم میشه یک من یک منهای دو به توان منفی یک. این منفی یک رفت داره این پرانتز. خب یک منهای یک دو به توان منفی یک میشه معکوس میشه یک دوم، یک منهای یک دوم میشه یک دوم، مخرج مشترک بگیریم میشه یک دوم. اینه بس. خب یه نکته اینجا گفته، ببینیم چی میگه نکته.
میگه که اگر در صورت مخرج فقط عمل ضرب موجود باشه، عددهایی که توان منفی داشته باشن با جابجایی از صورت به مخرج یا بالعکس توانشون قرینه یا مثبت میشه. مثلا ببینید، میگه حاصل عبارت فلان رو به دست آورید. جالب شد. میگه کافیه که فقط ما اینجا ضرب ببینیم، جمع نه، جمع و تفریق نه ها، فقط ضرب. در ضربی که داریم اینجا میبینیم چی کار میکنه، چه اتفاقی داره میفته. میگه شما کافیه که اونی که توانش منفیه رو، کافیه از اصلا فرق نمیکنه، هر عددی که توانش منفیه اگه بره تو مخرج میشه مثبت، بره تو صورت میشه مثبت، یعنی علامتش تغییر میکنه. یعنی با جابجایی، خوب دقت کنید، با جابجایی از صورت به مخرج یا از مخرج به صورت، علامت توانش نه علامت پشتش، علامت توانش قرینه نمیشه. خب بیام چی کار بکنم؟ نگاه میکنم، میخوام محاسبات انجام بدم. اتفاقی که در اینجا میفته چیه؟ خب میخوام الان عددی که پایه هاشون یکسانه بغل هم میفته، یعنی توان 3 بیاد بغل این 3 به توان 19، 3 به توان 9 اینجا بشینه. خب بیایم کار انجام بدیم. یا نه 3 به توان 9 بره بالا بغل اون بشینه. خب بیایم همین فرق نکنه کار انجام بدم. بنویسم 3 به توان منفی 11 ضرب در 3 به توان، ببینید 3 به توان 9 از پایین میبرمش بالا، توانش میشه منفی. مهم که فعلا تا اینجا 5 به توانه. اصلا یه کاری میکنم، یه کار خیلی باحال انجام میدم، هر چی تو مخرجه میرم تو صورت، با کس اصلا حال نمیکنم، میام این کس رو پاکش میکنم، این کس رو پاکش میکنم، هر چی که توی سور مخرجه میرم تو صورت، اشکال نداره که. خب 5 به توان 9 اینجا بمونه، ضرب داره 5 به توان منفی 11 رو میارم تو صورت، میشه 5 به توان 11. چه باحال شد. ضرب داره 2 به توان منفی 7 بالا بمونه، 2 به توان 13 بیاد بالا، میشه 2 به توان منفی 13. هله. حالا ببینید اینا پایه هاشون با هم مساویه، میشه 3 به توان جمع حالا توان ها، میشه منفی 20. ضرب داره اینا هم توانشون با هم، پایه هاشون با هم مساویه، 5 به توان 20. اینا هم پایه هاشون با هم مساویه، میشه 2 به توان منفی 20. ادامه کار چه اتفاقی میفته؟ خب پایه ها که دیگه با هم مساوی نیستن، ولی توان این و توان این با هم مساویه. این خب 3 ضرب در 2، 6 به توان منفی 20 ضرب داره، 5 به توان 20. اتفاقی که اینجا داره میفته خیلی باحاله. اتفاقی که داره اینجا میفته اینه که آقا پایه ها که با هم دیگه مساوی نیستن، توان هم که با هم مساوی نیستن. خب مثلا رها کنیم، میگیم نه چرا رهاش بکنیم، ارزش داره یه ذره ادامه بدیم. میگیم حالا اگر این عدد من، یعنی این 6 من معکوس بشه، توانش مثبت میشه، با این یکی در میاد، تو هم میتونیم ضربش کنیم. بنویسم 6 میشه 6 یکمه، معکوسش میشه 1 ششم به توان 20. حالا توانش مثبت شد، ضرب داره 5 به توان 20. حالا الان اتفاقی که داره میفته این که توانها با هم یکسان شد، پایه ها رو تو هم ضرب میکنیم، حاصل میشه 5 ششم به توان 20. دقت هم بکنیم که این 20 به هر دو تا توان، به هر دو تا پایه میرسه. این هست. بریم سراغ عبارت های جمع و تفریق. این عبارت ها رو به صورت، آقا نگاه کنید، ما قاعده هایی که تعریف کردیم و خوب دقت بکنید، قواعدی که تا اینجا گفتیم، فقط و فقط و فقط و فقط و فقط دارم تاکید میکنم رو ضرب و تقسیم اعمال میشه، رو هیچی دیگه اعمال نمیشه. دو حالت هم داشت، یا پایه ها، یه بار دیگه تکرار بکنم، یا پایه هاش با هم برابر بود، توان ها رو با هم تو ضرب جمع میکردیم، تو تقسیم کم میکردیم، یا اینکه پایه‌هاش متفاوت بود، توان‌هاش یکسان بود. خب تو ضرب پایه‌ها رو ضرب می‌کردیم، تو تقسیم پایه‌ها رو تقسیم می‌کردیم، توان مشترک رو می‌نوشتیم. دیگه غیر از این دیگه حالتی نداشتیم. و تو تفاضل
دیگه قاعده تعریف میکنیم، میگیم آقا تو تفاضل میگیم این عبارات به کمک فاکتورگیری به ضرب تبدیلشون میکنیم یا از قواعد قبلی برای ساده کردن استفاده میکنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض میکنیم مثل همین مثالی که بالا حل کردیم، شما نیا کنید تو مثالی که من بالا حل کردم چه اتفاقی افتاد، من چه قاعده اینجا رفتم؟ هیچ قاعده اینجا نرفتم، تنها کاری که کردم این بود که مثلا دو به توان منفی دو رو با قاعده توان منفی معکوسش کردم، وگرنه بین دو به توان منفی دو و این سه به توان منفی که یه منفی بینشونه هیچ قاعده‌ای وجود نداره جز اینکه تفاضل کم کردم از همشون، دو تا عدد هستن اصلا کم کردم، یعنی یک چهارم منها یک سوم کردم، کسر مثلا مال چهارم پنجم دبستان. قاعده توان اینجا نگفتم. پس عملا یا فاکتورگیری میتونی بکنی یا اینکه چیکار بکنی؟ آی محاسباتی که ما رفتیم. مثال مثلا مثال شماره پرسش نمونه که اینجا داریم. مورد الف. کم گرمش. امیدوارم جا داشته باشیم بعد. این الف میخوام حل کنی. میخوام چیکار بکنم؟ با فاکتورگیری برم جلو. نیا کنی چیکار میکنم؟ دو به توان 19 دارم و دو به توان 18 دارم. آقا در بعد نداریم پایه هاش مساویه توان ها هم کم بکنیم، این کار رو نکنید، دقت بکنیم. میگه آقا دو به توان 19 منهای این، میگم آقا نیا کنید تو این دوتا عبارتمون دو به توان 18 از همه کوچیکتره، دو به توان 18 تو دل این هست، این چجوریه؟ این هست دو ضرب در دو به توان 18، یعنی یه دونه دو از دلش آوردن بیرون. ببین اگه توان این یک باشه با این جمع بشه میشه دو به توان 19 دیگه، همونه. پس عملا اتفاقی که داره میافته این هستش که این دو به توان 19 هست دو ضرب دو به توان 18 منهای دو به توان 18، قبوله؟ حالا تا اینجا اتفاقی که داره میافته تو این عبارت من و تو دل این عبارت من یه دو به توان 18 مشترکه، پس میتونم ازش فاکتور بگیرم. فاکتورگیری یعنی تقسیم، ها حواسمون باشه، این مال سال هشتمه. دو به توان 18 از این بخوام بیارم بیرون، از دل این یه دو به توان 18 بخوام خارج بکنم چی میمونه؟ یه دونه دو میمونه. یعنی این عبارت هم به یه دو به توان 18 تقسیم کنم، خب یه دو ازش میمونه. از اینم یه دو به توان 18 بخوام بگیرم یه دونه یک میمونه، یعنی دو به توان 18 تقسیم دو به توان 18 میشه یک. خب دو منهای یک میشه یک، یک ضرب داره این میشه دو به توان 18. این هست به قیافش هم نمیخوردم، حالا خورد. بریم بعد. بعد رو میاد کنیم تو صورت چه اتفاقی میفته. دو به توان 37 به علاوه دو به توان 34، خب مشخصه میتونم صورت اینجوری بنویسم، دو به توان 3 ضرب داره دو به توان 34. چرا توان 3 نوشتی آقا؟ به خاطر اینکه این 34ه، این 37 رو خوردش کردم نوشتم 34 به اضافه چی؟ به اضافه 3 دیگه. پس اینجوری به علاوه دو به توان 34 تقسیم داره 72، با این 72 هم خیلی کاری نمیتونم بکنم، یه قیافه باحالی نداره. خب یه دو به توان 34 از هر کدوم اینا میتونم فاکتور بگیرم، پس میشه دو به توان 34 از اولی یه دو به توان 3 میمونه، میشه دو به توان 3 که میشه 8 به علاوه از دومی هم یه دونه یک میمونه. ببینید اینو الان به یه دو به توان 34 ساده بکنم، تقسیم بکنم، این میره 3 به توان 2 میمونه. اینم در واقع به یه دو به توان 34 ساده کنم یک میمونه، تقسیم بره 72 8 و 1 9. دقت کنید 9، این 9، این 9 و یه دو 9 این ساده میشه، میشه 8. چه جالب شد قیافش، حالا باحال شد. 9 8 72 تا بود دیگه، صورت میشه 2 به توان 34. مخرج چی میشه؟ میشه 2 به توان 3. 8 2 به توان 3 بود دیگه، الان گفتم توان های دو رو مساوی با، حالا پایه ها با هم مساوی، حالا این الان قواعد توانه. یه هم تقسیم دارم میشه. 2 توان ها پایه ها مشترک، توان ها رو از هم کم میکنیم، میشه 2 به توان 31. اینم از این موردی که بعد حل میکردیم. ولی مورد جیمو نیا کنید، مورد جیم خیلی قشنگ بود دیگه، حالا پارامتری هم هست، یعنی دیگه توان ها توانایی هستش که ما میتونیم محاسباتشو
انجام میدیم. نیا کنید صورت ما میشه 3 به توان n به علاوه 1 به اضافه 3 به توان n. عبارت اول یه دونه توان اضافه تر داره. یعنی چجوری بنویسمش؟ بنویسم 3 به توان n ضرب در 3. چیکار کردم؟ اومدم توانها رو تفکیک کردم. یعنی 3 به یه بار 3 به توان n، 3 به توان 1. چون توانها داره با هم جمع میشه انگار بینشون ضرب بوده. به علاوه 3 به توان n ایمان صورت. مخرج رو نگاه کنید بچه ها چه اتفاقی داره میفته. 2 به توان n، 2 به توان n، 2 به توان n، 2 به توان n. خب چند تا میشه؟ 4 تا به توان n. 4 تا 2 به توان n. 4 تا دونه 2 به توان n دیگه. خب صورت بیم چیکار بکنیم؟ صورت رو یه دونه 3 به توان n فاکتور بگیرم. از اولی یه دونه 3 میمونه، از دومی از این اگه به 3 به توان n بساده کنم یه 1 میمونه. این هم میشه 4 ضرب در 2 به توان n. این 3 به اضافه 1 میشه 4. این 4 با این 4 ساده میشه. حالا اینجا نیا کنید میشه 3 به توان n تقسیم بر 2 به توان n. حالا اینجا نیا کنید پایه ها متفاوت، توان ها مشترک هست، به هم تقسیمشون میکنیم میشه 3 دوم به توان مشترک توان n هست، میشه 3 دوم به توان n. این هم از این بخش. بریم ببینیم در ادامه کار چی داریم. یه سوال خیلی باحال میگه اگر 1.5 n باشه 10. خب بذار n رو به دست بریم ببینیم. 1.5 n شده 10 و n چی میشه؟ میشه مقدار معلوم که 10 تقسیم بر ضریب مجهول که 1.5. 10 تقسیم بر 1.5. این یکم پاکش کنم تو مثال پایینی قاطی نشی. مثال پایینی رفت 1.5. خب 10 تقسیم 1.5 چی میشه؟ بیایم صورت مخرج توی 10 ضرب بکنم میشه 100 تقسیم بر 15. به یه 5 هم بزنم میشه 20 تقسیم بر 3. آره میشه 20/3. حالا n بعد در واقع 20/3 باشه. بریم جایگذاری بکنیم. میگه 3 به توان n به علاوه 2 به علاوه 3 به توان n به روی 2 به توان n. بیام مشابه مثال بالایی زنیم رو سادهش بکنیم بعد جایگذاری بکنیم. یه قیافش جوریه، شاید تو ساده کاری بتونیم کارش رو بهتر انجام بدیم. بیام چیکار بکنیم؟ بنویسم 3 به توان n ضرب در 3 به توان 2 به علاوه 3 به توان n به روی 2 به توان n مساوی با. نگاه کنید اگه دونه 3 به توان 2 3 به توان n صورت فاکتور میتونم بگیرم. اولی از اولی 3 به توان 2 میمونه میشه 9 به علاوه 1 تقسیم بر 2 به توان n مساوی با این میشه 10 ضرب داره 9 و 1 میشه 10. 3 به توان n تقسیم بر 2 به توان n میشه 10 ضرب داره. خب یه چیز خیلی باحال، یه کار اتفاقی باحالی که اینجا افتاده، خودش اومده 10 رو ببینید گفته 1.5 n شده 10. خب من این کار باحالتری میتونم انجام بدم. مثلا من پاک کنم اینو، یه پاکش میکنم، یه پاکش میکنم، اضافه بود، یه کار باحالتری انجام بدم. این 10 رو بردارم، این 10 رو، این 10 رو برمیدارم، این 10 رو برمیدارم، به جاش 1.5 n رو میذارم. اشکال نداره که، اشکال نداره، 1.5 n رو میذارم ضرب داره. 3 دوم که میشه 3 دوم به توان n مشترک. حالا این 1.5 رو دوستان دقت بکنن، این 1.5 رو من میتونم بنویسم 3 دوم، یعنی 3 دوم در n در 3 دوم به توان n. ببینید بین این همه ضربه ها رفقا، بین این همه ضربه
خب پایه ها با هم مشترک، یعنی سه دوم به توان n به توان 1 میشه n به علاوه 1 در n. همین این پاسخ نهایی ماست که اینو میتونیم به این شکل بنویسیم. بریم مثال بعدی. تو مثال بعدی ببینیم آقا میگه حاصل این عبارات به ساده ترین شکل ممکن بنویسیم. قبلش هم این نکته اینجا گفتیم که طبق این نکته دوستان میتونن انجام بدن. من بر اساس این نکته برم 1 به علاوه 3 به 3 به توان 2 3 به توان 3 تا 3 به توان n، یعنی n بار انگار این اتفاق داره میفته. از این نکته میتونیم استفاده کنیم. هرگاه چنین چیزی دیدیم دقت بکنید، فقط حواستون باشه الان این 1 هست 3 به توان 0، حواستون باشه ها، به علاوه 3 به توان 1 بریم تا 3 به توان n. بیا مشابه این فرموله بنویسیم، این فرمولا رو بپذیریم. تو سال 12 هم این فرمول دیده میشه، ولی بپذیریمش. تو 10 هم تکرارش میکنیم، میشه 3، ببینید میشه 3 به توان یه دونه از این بیشتر، یعنی n به علاوه 1 منهای 3 به توان اون n، در واقع اون n که اینجا صفره. ببینید آقا این و این رو اولی رو آخری رو نگاه میکنیم، 3 به توان یه دونه بیشتر تقسیم بر 3 به توان اون عددی که صفره، تقسیم بر آ یعنی 3 منهای 1، میشه 3 به توان n به علاوه 1 منهای 1. دقت کنید آ 3 به توان 0 میشه 1 تقسیم بر 2. این حاصل این عبارت ماست. تا اینجا فعلا بریم مطلب و جلو، تا توانهای مشهور رو هم خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم. تا اینجا توانهای معلوم رو رفتیم، توانهایی که مشخص بود و میتونست منفی باشه، میتونست مثبت باشه، میتونست صفر باشه. تا اینجا بخش اول رو خدمت شما تقدیم کردیم که انشالله از این موضوع استفاده کرده باشیم.